سلام. هرچی به برگزاری سیرک انتخابات نظام ولایی نزدیکتر میشیم، صراحت بیان سید علی هم بیشتر میشه. یعنی طوری که این آخریا میگه اون سوسول بازی های مردم سالاری و اینا که قبلا گفته بودیم رو بذارید کنار، آقا همه باید توی انتخابات شرکت کنن، دیگه هم نپرس چرا. با طرق مختلف، با انواع مختلف سعی میکنن مردم رو از انتخابات دور کنن. باید در انتخابات همه شرکت. یعنی داره میگه فکر نکنید اسمشو گذاشتیم انتخابات شما میتونید چیزی رو انتخاب کنید ها. تو دیکتاتوری ولایت انتخاباتش بایدیه. یا خودتون با زبون خوش میایید شرکت میکنید، یا ما عرازل رو میفرستیم دم خونتون شرکتتون بدن. مثل همونایی که تو روزهای قیام میفرستاد تا مردم رو بترسونن. علت این که خامنه‌ای لحنش رو عوض کرده و میخواد زورکی هم که شده همه رو پای صندوق بیاره اینه که جو دستشه و میدونه که ادعاهاشون در دوران قیام که میگفتن معترضین خیابانی فقط یه چند نفری هستند دیگه رنگ باخته و توی این نمایش انتخابات اکثریت ملت پای صندوق‌های ولایی نخواهند اومد. مگه نمیگفتین مخالفاتون فقط 200-300 هزار نفر بیشتر نیستن؟ مگه نمیگفتیم کلن 100 هزار نفر اومده بودن بیرون و قلقمشون کردیم تموم شدن رفتن؟ مگه نمیگفتیم که همه ایران طرفدار ما هن و همه عاشق ما هن؟ این چند نفر اختشاشگران و هیچ چیالیشون نیست باید کشته بشن؟ چی شد بس؟ برای اینکه مردم بیان پای صندوق چرا انقدر دارین التماسشونو میکنین؟ به خدا که خودتون 200-300 هزار نفر بیشتر نیستین، خودتون هم اینو میدونین. کم التماس کنید. مگه نمیگفتید مردم با شما دیدیم نیستن؟ خب پس خامنه ای خودش میدونه که این ملتی که کارد به استخونش رسیده دیگه به باید و مایت کاری نداره. آقا اینا پای صندوق برو نیستن، به خیالشو. اینجا بود که فیلش یاد جمهوری افتاد که راستی اینجا قرار بود یه جمهوری باشه. نظام ما عبارت از جمهوری اسلامی. جمهوری مظهرش همین انتخابات. این انتخابات مظهر جمهوریه. انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی است. جدی می‌فرمایید؟ شما اگر به سطل آشغال هم رو بدی ادای گاوصندوق در میاره. داستان این یاروس. طرف تو 45 سال یه سلطنت مطلقه ولی فقیه درست کرده که دست همه دیکتاتورهای تاریخ رو از پشت بسته، بعد دم انتخابات که میرسه ژست جمهوری میگیره. بابا تو مادام العمر اون بالا نشستی، همه قدرت مملکت تو دستت قبضه کردی، از فرمانده کل قوا، از رونصب تمام مقامات اول حکومت، رئیس صدا و سیما، حکم اعدام و سرکوب و ممات و حیات 80 میلیون رو تو دست گرفتی، به هیچ کی هم پاسخگو نیستی، بعد صحبت از انتخابات و جمهوری میکنی؟ خودت از این همه تناقض قاش نمیخوری؟ یه قانون اساسی داریم که همه قدرت ها در رهبری جمعه، در ولایت مطلقه جمعه، فوق همه چیزه، فوق قانون، فوق شرع، فوق عرف، قوانین عادی، قانون اساسی. ایشون قانون اساسی اصلا میتونه منحل کنه، مجلسی میتونه منحل کنه. حالا تو این دیکتاتوری که انتخابات معنی نداره، چون تا وقتی که ولی فقیه هست که با انتخابات چیزی عوض نمیشه. پس اینا برای چی اینقدر دنبال حضور مردم پای صندوقان؟ امروز یک رأی شما ریختن رأی به صندوق اقتدار ایران است. امید بخش به محور مقاومت و یاران اسلام و انقلاب در عالم است. خیلی واضح داره میگه که به کی رأی میدی اصلا مهم نیست. مهم فقط اینه که بیای اونجا توی صف وایستی، یه برگه بندازی توی اون صندوقه که چی بشه؟ اقتدار نظام بالا بره. اقتدار نظام هم معنیش روشنه، یعنی سپاه و بسیج و نیروی تروریستی قدس تقویت بشه. یعنی اگر پارسال اینا 750 جوان رو توی خیابون کشتن، با اقتدار بیشتر دو برابرش کنند. اگر توی منطقه هر خرابکاری کردند، با ارسال موشک و سلاح بیشتر به نیابتی ها جنگ افروزی و ترور رو افزایش بدن. رأی رو برای این میخوان. مگه عمت بده بد رأی؟ حالی رای نمیدیم، عدالتی ندیدیم، حالی رای نمیدیم، عدالتی
البته خود خامنه‌ای هم اذعان داره که توی این نمایش انتخابات تنها کاری که صورت نمیگیره انتخابه، چون انتخابات اصلی رو به دست شورای نگهبان انجام داده، میزشو شیده، فقط الان مونده که یه فیلم از اون صف رای دهنده ها بگیره که انتصابات خودش رو رسمیت بده. البته در درجه اول حضور مردم است، در درجه بعد انتخاب اصله است. انتخاب اصله یعنی اون کسانی که مطرح میشن چون از زیر نگاه شورای نگهبان گذشتن همشون صالح هم. به زبان ساده داره میگه فقط من حضورتون رو میخوام، میخوام فیلمتون رو بگیرم برم بگم که آقا نظام ما برآمده از رأی مردمه، ولی شما نگران صندوق و نتیجه آرا نباشید، چون شورای نگهبانم برای شما انتخاب اسلحه رو کرده که خدایی نکرده به شما فشاری وارد نشه. مثلا اینکه شما فرمودین که ما در رو باز کنیم هر کسی بیاد و هم مردم رأی بدن، این مردم تعیین میکنن، ولی ما مواجه هستیم با افرادی که بینش سیاسی و سواد سیاسی درستی ندارن. چطور میشه ما در رو باز بذاریم و هر آدمی بیاد کاندید بشه، نامزد بشه و به مردم بگیم که خودتون بدید رأی بدین؟ مسئله اینه که ما بر اساس یک چهارچوبی افراد رو تایید صلاحیت میکنیم که بر اساس اون چهارچوب مردم به اون آدم رأی بدن. نمیشه که فقط بار رو بذاریم روی دوش مردم، و این بار بار سنگینی هم هست. آموزش تئوری دیکتاتوری به زبان ساده روی آنتن زنده میگه چون مردم ما سواد سیاسی ندارن، پس شورای نگهبان چند تا گزینه گوگولی مقولی عظما پسند مثل رئیسی، احمد خاتمی براتون اونجا گذاشته که وقتی شما میره پای صندوق کمرت نگیره. بحث چیه؟ بحث اینه که ما میگیم آقا قاطبه مردم، یک مثلا این درصد از مردم سواد و آموزش سیاسی لازم رو ندارن. ما اصلا یه همچین نگاهی نداریم که آقا مردم یا مردمی هستن که سواد سیاسی ندارن یا آگاهی سیاسی ندارن. شورای نگهبان برای چه آدمایی؟ برای آدمایی که سواد سیاسی خوبی ندارن یا ضعیف هستن توی سواد سیاسی و آگاهی سیاسیشون. قشنگ توی تلویزیون دارن میگن که هر کسی که توی این نمایش انتخابات شرکت کنه باید بپذیره که خودش شعور سیاسی نداره، چون شورای نگهبان برات همه چی رو انتخاب کرده. حالا شعور شورای نگهبان چجوری انتخاب میکنه؟ این جالبه. خیلی ها شفاف اومدن به یکی دو تا هم حتی با ما جلسه گرفتن که بالاخره گفتن آقا 120 هزار دلار باید بدی تا تاییدت بکنی. بالاخره اینا گفت، یکیشون گفت 120 هزار دلار باید بدی، خب خداحافظی کردم زدم بیرون. دیگه راهام نکردن. چرا نمیدی؟ باید بدی. این کار نکن. نمیتونی تاییدیت بگیری. خیلی پیامکاشونو داریم. خیلی شگفت زده نشید. نه ما قبلا شنیده بودیم. شما بعدش اگر تاییدم شدی بخوای تو لیستا هم بری پول میگیرن. پس از شورای نگهبانم میخوای تایید صلاحیت بگیری، باید دم یارو رو ببینی، اونم رقم کلوفت 6 رقمی دلاری، کاسبی پردرآمدیه. حالا شاید فکر کنید که مگه یه نماینده چقدر گیرش میاد که بخواد 120 هزار دلار بده شورای نگهبان که بره توی مجلس؟ اونجا هم درآمد داره، اونجا هم بخور بخور داره، با یه مصاحبه چند برابرشو در میاری. آقای رشیدی تالا بیشتر رشوه که بهشون پیشنهاد شده چقدر بوده؟ 150 تا 200 میلیارد. که برم مصاحبه کنم بگم قصه واردات خودرو منتفیه. مجلس رفتن اینقدر داره واقعا؟ برای کسی که دنبالش باشه بله، خیلی بیشتر از اینقدری هم که شما فکر میکنید داره. پس طرف میخواد بره مجلس که از همین مردم بدزده و بزنه به جیب، ولی میاد میگه شما بیاید به من رأی بدید که من برم مجلس شما رو بچاپم و مجیز ولی فقیه رو بگم. ننگ نماینده این مجلس آخوندی شدن رو با هیچ اسیدی نمیشه شست. چه اصراری داری ما بیایم رأی بدیم؟ چرا من بیام رأی بدم؟ تو که خودت داری انتخاب میکنی کی رو اونجا بذاری؟ و چرا بیام رأی بدم؟ هر کدومتون بدتر از نفر قبلی. یکی برگشت گفت خدا رو شکر من نشدم رئیس جمهور، دلار بشه 5000 تومان. تو کشیدی رئیس جمهور دلارش 60 70000 تومان. من نمیام رأی نمیدم. میدونی چرا؟ چون من با 20 سال سن صبح ساعت 6 صبح اینجا هم، شب ساعت 6 7 شب من برمیگردم خونه. نه رفیقی میبینم، نه تفریح، نه هیچی، فقط کار خونه، کار خونه. خونه هم که میرسیم تا میخوایم یک شام بخوریم چی؟ سری باید بخوابم که صبح زود بیدار بشم و خواب نمونم برسم سر کارم. چرا باید هشت من گروهی نو هم باشه با اینکه هر روز هر ساعت هم دارم کار میکنم؟ من نمیام رأی نمیدم، حداقل مدارم من نمیدم رأی ندادم، تو رو انتخاب نکردم که تو این بلا رو سر من بیاری، آخرش بسیزم که چرا به تو رأی دادم؟ من رأی نمیدم، نمیام.
بوی فضاحت این سیرک انتخابات چنان به آسمون پیچیده که حتی پسر رئیس شورای نگهبان و وزیر ارشاد قبلی همین نظام هم اعتراف میکنه که این سری دیگه خالی بودن حوزه های رأی‌گیری در حدیه که اونجا حتما پشه ها سقاب که هیچ گل کوچیک میزنن. چون الان ما همه پیشبینی هایی که هست، همه نظرسنجی هایی که وجود داره نشون میده که میزان مشارکت در انتخابات بسیار پایینه. من نمیخوام حالا درصداش رو بگم که حالا چقدره و بسیار پایینه، یعنی اکثریت قاطعی از مردم به خصوص در تهران در کلان شهرها شرکت نمیکنن، توی نمیخوان شرکت کنن توی انتخابات، علیرغم همه تاکیداتی که از طرف مقام معظم رهبری شده، الان از طرف همه ائمه جمعه دارن میگن واجب حتما حکم شرعی باید داده بشه، ولی به خاطر مجموعه شرایط اقتصادی، نارضایتی های اجتماعی، فقدان برخی از آزادی هایی که هست، عملا خیلیشون تصمیم دارن که شرکت نکنن. پرسش پایانی در مورد تصویر شما از آینده ایران. ولی اگر با همین فرمان بریم که تا حالا رفتین، خیلی روشنه تصویرش، لب پرتگاهی. پس اینطور که به نظر میرسه قصه فقط قصه تحریم و عدم شرکت نیست، بحث های توفنده تر در انتظار نظامه. در یه نیم دهه سه تا اعتراض. پس قاطبه مردم اصلا این نمایش رو تحویل نمیگیرن، چون دنبال تغییرات اساسی تر هستن، تغییرات خارج سیستم، یعنی یه چیزی تو مایه های اون که تو قیام پارسال مردم چشمش رو نشون دادند. دمشون گرم. وقت بخیر و خدا نگهدار.